حالا میخوام بپرسم که آی متی، شما در اون زمان از با تحقیقاتی که کردی، با اشرافی که بر پرونده داشتی، حرفای مصطفی کاظمی درست بود یا نه؟ آیا راست میگفت موسوی نژاد یا مصطفی کاظمی که دوری نجف آبادی در تمام جریان بوده و دوری اومد با سه تا قسم تلاه تلاه زد زیرش؟ اینو میخوام شما برای ما این رو روشن بکنید. من دو چیز رو میخوام روشن بکنم. در درجه اول، سعید امامی زمانی که مطرح رو مطرح کرد با آقای فلاحیان، آقای فلاحی نپذیرفتن این قضیه فوهر رو، مرحوم فوهر رو نپذیرفتن اون موقع. اساسا آقای سعید امامی قائل به آقای فلاحیان نبودن. من یه مرتبه هم برای شما ایمیل کردم و فرستادم، تو اولین ایمیلم رو جز اوایل ایمیلم بود. سعید امامی میگفت مثلا بالاتر از شما بستن، یعنی خیلی آیه امامی رو قبول نداشت، آیه فلاحی رو قبول نداشتن به عنوان وزیر خودشون، به عنوان بالا دست خودشون. یه تشکیلاتی داشتن در قالب وزارت اطلاعات، ولی تافته و بافته و جدا بافته از وزارت اطلاعات، و متاسفانه یک سری افرادی رو تذریف کردن در اون زمان به آیه سید محمد خاتمی که این طرح شکست خورد. افراد بودن که همه سابقه داشتن، همه مسئله داشتن، همه مشکل داشتن، مثل همون آقای هاشم علوی که زمان معاونت وقت هم امنیت سال 79 که به اسم علی هاشمی مدیر کل موازنات مخدر شد. خب این آدم خودش مسئله داشت، خودش پرونده داشت، خودش دخیل بودن تو قضیه کاظم رجبی. اینها جمعی بودن، نه یک نفر دو نفر نبود. من همه اینو برای عقیم کردن استاد، این که بعدن اینو بذاریم برای یک روزی که چی کسی بود که میگفت آقای سعید امامی من به شما اصلا قائل نیستم، من بالاتر از شما کار میکنم. اما در خصوص آقای مصطفی کاظمی که میفرماین آقای چشکر مزنی کتابون، اینو اینجوری نبوده، نه، اینا محل کارشون بودن. اون موقع مرحوم امامی، حالا من مرحوم میگم به این دلیل که دست دنیا کوتاست، من به صدام لقب میدم میگم مرحوم صدام، برجهت اون آقا گفتن به کسی یا من گفتن ادب خود من نشون بده. من هیچ اعتقادی با امامی ندارم، ولی از همسرشون تو آخرین لحظه عمرم دفاع خواهم کرد، به دلیل اینکه جنایتی که در حق همسر این فرد شد بیگناه. فقط به سر میگه، میگه بابا شوهر من خودسر نبوده، موساد نبوده، بالا دستی هم نبوده، اصلا چارچوب وزارت اطلاعات نبوده، چه خیلی فراتر از این بوده، در زمان این چهار تا قتل هم نقشی نداشته، به عنوان معاونت بررسی مشغول بوده. ولی اینه کسی ازش نه تنها نپذیرفت، اون شکنجه، اون جنایته که شما اشاره کردید دو برنامه دیشبتون، من دیدم و خیلی دقیق و به جا بارها و بارها قبلا هم فرمودید، همین افراد آقای جواد آزاد و عباسی کنگوری الان با آقای طائب یا احمد شیخ ها بابند و اینا همه الان یه گروه شدن، سازمان اطلاعات دارن، برخورد مردم رو دارن سازماندهی میکنن. اینه که من گیر دادم به این نقطه خانم سید امامی. آقا یک زن بیگناه، شوهرش هر کاره بود کار نداره، اصلا وارد بحثش نمیشه. من این خانم بیگناه بود، از هر آینی که بینی بیگناه بود. چرا اون همه جنایت شد، فیلمش منتشر شد، از بالاترین مقام نظام تا پایینترین مقام نظام دیدن و با این آقا هیچ برخوردی نکردن، تازه رفتن زیر چتر آقای میثم طائب یا همون حسن عبداللهی یا حسین عبداللهی، چی چندین اسم اگه بخوایم اسم بگیم داد تو صبح بشماریم، رفتن زیر همین آقای چتر آقای طائب، الان دارن با من سازمان اطلاعات سپاه، سپاهی که یک نهاد مقدسی بود برای خدمت مردم، الان شده سرکوبگر مردم. این نکته است که باید بهش بپردیم. اما قضیه آقای مصطفی کاظمی، ببخشید من حاشیه رفتم، خواستم این شفاف بشه که چرا آقا اینها باشون برخورد نشده، حتماند و با مردم اینها همون برخورد رو میکنن. اینها که با اون آدمی که نون نمک خوردن اون کار کردن، وای به حال دیگران. میگه آن که با مادر خود فلان کند با دیگران چه ها کند. اینها اون قشر هستن. من خیلی عذر میخوام از شنوندگان و بینندگان محترم، عذر خواهی میکنم از همه ملت ایران، ولی واقعیت ها رو باید گفت. اینا کسانی هستند که نمک خوردن، نمک جان رو کردن چش فرد، و الان هم شدن آقا اتاق فکر و سازماندهی سرکوب ملت. خب طبیعیه که جامعه ما این خواهد بود، طبیعیه که روز عاشورا، در هیچ عاشورای زمان شاه هم ما حتی قبل اون هم نداشتیم همچین فاجعه ای که اتفاق افتاده. بعد آقا جنایتی شما کردید، من یه خبری تو وبلاگم گذاشتم، آینده گذاشته بود حذف کرد، من گذاشتم،
یک راننده مسافرکش به صرف بوق زدن یک جوان نوجوانی رو میکشن پایین، میزنن میکشنش. این از کجا این رویه تذکر میکنن؟ بگی بین بره آی مسابقه زمین ها بله فوتبال بازی میکردن، حالا چیکار میکردن، تفریح میکردن. آی دو نجوادی اون موقع ایشونو با چند نفر دیگر رو میخواد به اتاقشون و دستور میده که فکر کنید اینا رو باید حذف بکنید و به گونه باید باشه صدا بکنه و مردم به وحشت بیفتن. یعنی مردم همین نویسندگاه و دیگر اندیشان از نظر اونها، از نظر من و شما روشنفکرها دست میشه تا غروب و چه ساعتهایی رفتن. آیه علی خانی رفته تو همش ثبت شده. آیه علی خانی یکی از مخالفان همین طرح بوده، من تو پرونده سندش هم همراه هم هستش و موافقانی که بودند و خلاصه وارد داستان میشن و پروژه رو میخوان اجرا بکنن. این چیزی که بنده اینو در تحقیقاتم نه از یک نفر، از چندین نفر و از من توی